سلام، شما بیننده اخبار یک دقیقه ای از یقین هستید و من منیب سلطانی هستم. امروز چهارشنبه سیم جوزای سال 1402 هجری شمسی است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی میگوید امروز چهارشنبه نخستین پروازهای مستقیم میان افغانستان و چین با پرواز یک طیاره شرکت هوایی آریانا از کابل به اورمچی چین اثر گرفته شد. بازداشت 45 تن به اتهام جرایم مختلف در ولایت کابل. منصوبین پلیس 45 تن را در پیوند به سرقت، قتل، فریب و قاچاق از کابل و 10 ولایت دیگر کشور تا 24 ساعت اخیر بازداشت نمودند. کار ساخت یک شفاخانه 100 بستر در نیمروز شروع شده است. مسئولان محلی در این ولایت میگویند که این شفاخانه قرار بود در حکومت پیشین ساخته شود، اما شرکت قراردادی نتوانست که پروژه را تکمیل کند. 20 تن کارمند تکنیکی ریاست خط آهن بلخ جهت آموزش های علمی به کمپانی سوگت یانا ترانس معرفی شدند. اداره خط آهن افغانستان میگوید که کارمندان معرفی شده به مدت 6 ماه در بخش های انتقالات، حفظ و مراقبت خط آهن از متخصصین کمپانی ازبکستانی سوگت یانا ترانس که در حال حاضر انتقالات، حفظ و مراقبت خط آهن خیرتان مزار شریف را انجام میدهند آموزش علمی خواهند دید. دو هفته پس از اعلام پایان وضعیت اضطراری کرونا، تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان جهانی صحت از کشورهای جهانی خواست تا اصلاحات لازم را برای آمادگی به همگیری بعدی انجام دهد. از اینکه همراه ما هستید سپاسگزاریم و برای پیگیری از مهمترین رویدادهای روز در افغانستان و جهان شما را دعوت میکنیم تا صفحه یقین را لایک، کامنت و شیر نمایید. یقین آینده افغانستان نوین.